ثروتمندترین فرد جهان بیل گیتس یک زمان ازش پرسان کردن خبرنگارا آیا از تو هم کسی ثروتمندتر در دنیا وجود داره گفت که بله یک نفر است که از ما ثروتمندتر است گفتن خب چیست کسی چی کسی است گفت یک جوان آفریقایی سیاپوست است که از ما ثروتمندتر است تعجب کردن که یعنی چی با کشورهای آفریقا که تو خودت میلیون ها دلار بام میدی چگونه ثروتمند است گفت که 19 سال پیش که من به این قدرت برسم طرح اقتصادی خود رخته بودم یک روزی در میدان نیویورک وارد شدم جای پرواز داشتم که یک نوجوان سیاپوست آفریقایی روزنامه میفروشد کنار میدان نشسته میگه یک روزنامه رو بلند کردم دیدم بسیار مرا مجذوب خود ساخت گفتم که مطالعه بکنم میره بناان این روز نامه را وقتی که شروع کردم بسیار جذاب بود دست واجب کردم که برای جوان پول بدم این جوان برای گفت که وقتی دیدم که در جیبیم دستهای چک هست و پولی نیست که من برای زی بپردازم جوان بسیار با جرأت گفت که بگیر و بر مطالعه کن از خودیت خب اتفاقا بعد از 6 ماه باز آمدم در این میدان که این جوان مجله میفروشه همون جلش است. میگه یک مجله را بسیار مجذوب کرد به خودی مجله را گرفتم باز دیدم همو اتفاق پولی که ما برای بالای مجله بدم نیست جیبی پول هست ولی پولی که بالای این بدم نیست میگه بسیار با جرأت گرفت گفت که بگیر ببر مطالعه کن این مال خودیم است برای هدیه میدم خب رفتم از این اتفاق 19 سال گذشت بعد از 19 سال صاحب میلیارد ها سرمایه شدم یک شبی در بستر با خودم به فکر افتادم و همین اتفاق بیادم آمد که بر چی احساسی بر چی انگیزه ای جوانمی مجله ها و روزنامه ها به ما داده هدیه در حالی که خودش به خاطر یک دلار اونجا نشسته زحمت میکشه میگه تصمیم گرفتم که باید این جوان رو پیدا بکنم و خدمتش جبران بکنم همان بود میگه چند نفر موظف کردم که بریم از فلان جا شروع بکنید خب بعد از بسیار مشکلاتی را پیدا کردن آوردن که یک جوان بسیار قوی شده حالا میگه وقتی که او را ما با خودت روبرو نشاندم در میز ازش پرسان کردم مرا میشناسی کیستم گفت که بله جناب بلگیتس ثروتمندترین فردی جهان چی کسی نمیشناسه شما را میگه برش گفتم که میفهمی تو را خاطر چی احضار کردم و بسیار با مشکلات پیدایت کردم گفت نه گفتم یادیت هست فلان زمانی برای روزنامه و مجله دادی گفت بله دقیق کاملا یادیم است گفتم به چی احساس انگیزه دادی گفت مالم بود برایت هدیه دادم اسلام از دادن هدیه برای غیر مسلمان ممنوع نمیکنه بر اساس آموزه های دین می کار کردن میگه گفتم که بسیار با جرأت برش من امروز تو را اینجا احضار کردم به خاطر این که خدمت تو را جبران بکنم میگه لبخندی زد و گفت نمیتونی جبران بکنی من در اوج فقر و بیچارگی برات کمک کردم تو در اوج ثروت این جای او را نمیگیره و بعدش گفتم نی هرچی چی بخواهی برات میدم هر چی پول بخواهی برات میپردازم مگه آهی کشید و گفت که چیزی که من میخواهم اون ثروت نیست ثروت بالاتر از این است که تو مد نظر گرفتی تو اگر میخوای من راضی بشم میدانی من چی میخواهم مگه من تعجب کردم که چی میخوا بلش گفتم بفرمایید مگه آهی کشید و گفت که به جای که به من قدر پول میدی دوست دارم بگوید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله این بالاترین هدیه است که برایم میدهی این به من مهمتر از میلیون ها دلار است که تو برایم بپردازی میگه وقتی که این جمله را گفت حیران ماندم متحیر شدم این جوان فقیر سیاه پوست کارگر پیشنهاد میلیون میلیون دلاری ولگیت سرت میکنه و جایش میگه چی خوب است که ایمان به الله و رسول بیاری هم الله برای ثروت داده هم از ثروت ایمان و نعمت ایمان برخوردار بشی میگه من مکسی کردم گفتم که نه این کار نمیتونم کرده ولی هرچی پول بخواهی برایت میپردازم گفت نیاز به هیچ پولی ندارم دینم به من آموخته که باید از بازوی خود نان بخورم زحمت بکشم اسلام دینی مفتخوری و لندغری نیست خب در شرایط امروزی هم وجود داره چنین کسایی که حاضر نیست پول به پذیر حاضر است که یک کس مشرف اسلام بشه میگه اون نجات پیدا بکنه به من بهتر است از 50 میلیون دلار یا 100 میلیون دلاری که سرمایه به دستیم بیایه. شما رو به الله قسم اگر این پیشنهاد امروز برای یک ملا آخون صوفی برای من کسی پیشنهاد میگه چی پاسخ می داشتم برای تو پیشنهاد میشد چی پاسخ می داشتی در برابر این ولی هستن متدینینی که حاضر نیستن با هیچ قیمتی از ایمان و عقیده ایشان بگذرد گرچه که ولگیت سازی نگفت که تو از ایمانیت برگرد فقط گفت برات پول میده ولی گفت به جای این پول بهتر است که اگر ایمان بیاوری این بهتر است با من